سلام های گرم عزیزانم، به برنامه با همین هفته بسیار خوش آمدید. تمرکز ما بر روی موضوع وضعیت فاجعه بار پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در پاکستان و ایران خواهد بود. با دوستانی مصاحبه خواهیم کرد. امیدواریم که اینترنت در پاکستان در ایران یاری بده و ما بتونیم به این دوستان وصل بشیم. همین حالا اتاق فرمان مشغول همین کار است. با دوستان عزیزی مصاحبه خواهیم کرد، سپس سراغ مجموعه ای از گزارشات شما خواهیم رفت. همینجا صمیمانه دست شما رو به گرمی می فشارم که ما رو به موقع و لحظه ای در جریان فعالیت های خودتون قرار میدید و از همه جا برای ما گزارش تهیه می کنید و می فرستید. بسیار ممنون شما هستیم و قدرشناس این اطمینان هستیم و متقابلا برنامه با هم همین تلاش رو میکنه. تا یک ساعت پیش رو با ما باقی بمانید. گزارش هایی از رنگین کمانی ها، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی، همینطور تجمعات شما در محیط های سربسته، اعتراض به وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران و پاکستان و ده ها گزارش دیگه‌ای که به دست ما رسیده در همین برنامه خواهیم گنجاند. با ما همچنان باقی بمانید. این شماره تلفن ماست. همین حالا موقع پخش و بازپخش برنامه ما در دسترس شما هستیم. واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، سیگنال. این برنامه رو به اتفاق همکارم جمیل فرزان تهیه کردیم که به شما تقدیم میکنیم. من از نیمروز تا از نیمروز آمدی؟ نه چرا میری بخیر؟ زمان چرا میری؟ او طرف چرا میری؟ ایران تا زمان ایران میری؟ آه. چرا میری ایران؟ مجبوری در مجبوری در زمان مجبور است؟ افغانستان کار نیسته. اوه کار نیست افغانستان؟ امروی فامیل میری یا تنها میری؟ تنها میرم فامیل علاقه دیم فامیل علاقه دیم خود در ما بگو که دیجه چی کار میکدیم؟ الله یک کارم نکنم میتید بیکار من در خانه بودم بیخی تنگ شدم مجرد سی ارسی کرد؟ نه ارسی کرد چهار تا اشتوکم دارم این رقم خود اگر بیخی مشکل است والا خیلی مجبوری است اگه خدا این چکر کرد کدم نه مجبور نباشه یک کارم کسی نمی کنم کدام وقت دوگام کشاره خارج رفتی ایران و پاکستان رفتی اولین بار دارم نه اولین بار فامیل چی کدی؟ فامیل کجا است؟ فامیل با کی علاقه دی؟ فامی با پدر خانه ای لکه همی تنهی را خانه پدر جان است من؟ پدر جان است پدر من دست دیگر نمیتنم بس مجبور شدم نه خیلی زیاد مجبور استم بس مجبور شدم ایران طرف ایران حرکت کرد اول میگن که در ایران بسیار مهاجران افغانی را پس میکشن خبر نداری که میکشن چطور که یک بار تصمیم گرفتی بری بسیار وضعیت خراب است میگه در ایران نه والا خبر نیستم ایران حالا جگر ما را بیخی خون کردی چه کار مجبوری است بیخی زیاد مجبوری است خدا افغانستان دو سال تیر کدم نه بیخی نانم پیدا نکدم نانم پیدا نکدم والا کسب پیدا نکدم نه بس زیاد مجبوری است خدا تو اشتو کاری لکدم چنی چی ببینی دلت زندگی سامی شد آفرین زلال امیانو که خودت برمه قسم میکنی یعنی قم جگرم خون میشه زیگر ما خیلی خون نستانده فامیل آمده ایجا تفلا را آوردی امروی؟ نه لا کردم تا نه اصلا بخانه خدا فیزی کردی آمدی تا فزیم نکدم ایتو بس خدا فیزی سلام کدم ایم عرب شد عمل دیکر کب شدم نو چی تصمیم داری دیگه در ایران چی میخوایی کنم؟ من نان پیدا کنم دیگه چکسینو نارم میخوام یک مزیری بکنم خانه روان کنم بس خلاص یک چنین داریم بلا بخی سخت از مشکل است آفرین تو امروز خانم تایلا کردی اولادای تایلا کرج تا تهران چقدر فاصله است؟ نیم ساعت فاصله است. طبق قوانین ما از تهران بخوایم بریم کرج باید نامه بگیریم. خب تا من برم کرج نامه تا برم نامه بگیرم کرج هم برم به اصطلاح این نامه رو مهر کنم. و
خب دو روز من علاف شدم، با وجودی شاید من یک ساعت برم یک ساعت دیگه برگردم یک ساعت هم کار داشته باشم. شما تصور کنید در کرج یک از اخوان فوت کنه، به من زنگ بزنه آقای روزگانی صبح تشییع جنازه شما بیاید. خب تا من کار اداری رو انجام بدم، نامه بگیرم، رفتم که مردم حلوا رو خورده، فاتحشم خونده، رفته دیگه. ۹۱ بود که به پیشنهاد چند تا دوستان ما رفتیم و شهرستان آبیه از توابع استان قزوین، اونجا کارخونه را اجاره کردیم. چند ماه مواجه شدیم با قانون مناطق ممنوعه. با مأمور پاسپورت که اومد، رئیس پاسگاه و اونجا با من برخورد کرد، من بهشون گفتم که ما اینجا داریم حرکت مثبت انجام میدیم، داریم اشتغال زایی کردیم و مأمور با رئیس پاسگاه در جوابی که به من دادیم که شما خودتان ممنوع هستید، اینجا حق سکونت نداریم، چه برسه بخوایی که ایجاد اشتغال بکنیم. پیشینه ای به سر میبرند، دروازه های خود را قفل نموده و یک قدم هم بیرون از خانه های خود مانده نمیتوانند. کسایی که کیس دارند و مخصوصا زنایی که در مرز خطر بودند و در مرز خطر هستند و هیچ وقت نمیتوانند به کشور برگردند. زنایی که معترض بودند و دو سال و بیشتر از دو سال مبارزه کردند، حق‌خواهی کردند، در مقابل رژیم طالبان و محدودیت‌های طالبان نگفتند، اینها به هیچ وجه نمیتونه برگرده به افغانستان. در صورتی که اینا اجباراً برگردانده شوه با دستگیری، شکنجه و قتل مواجه میشه. مایی که امروز بنابر ضرورت عاجل از خانه برآمدیم، ما یک زن معترض هستم، اما چادری را که بسیار ازش نفرت داشتم این را پوشیدیم و تا که شناسایی نشوم. لطفاً نهادهای مسئول، نهادهای حقوق بشری، کسایی را که در معرض خطر هستند و به پاکستان پناه آوردن، اینا را نجات بدهید و جلوی اخراج اجباری مهاجرین را بگیرید. پاکستان خانه دوم برمشو
من یک زن مسافرت نداشتم با افغانستان جرم بود زندگی کردن من. از من خواستم من نکای جبری شوم به مجاهدین. من لطفا نگذارین ما از دست بریم. لطفا ما را کمک کنین. لطفا ما را تنها نگذارین. هزاره زن مثل من تهدید است. چهره های ما کلا شناسداری شده. و وقتی که ما به تورخم برسیم جسد های ما پیش خانواده های ما برسیم. من لطفا جونیسیان کار با ما نکرد. شاد کار با ما نکرد. لطفا صدای ما باشین. صدای ما رو به جامعه جهانی برسانید. تشکر از همگی شما و تشکر از خواهرهایی که امروز جرأت کردن آمدن. واقعا از همگی شما تشکر. از تمام خواهرهایی که آمدن کوشش کردن ما رو درک کردن تشکر. من خلاصه گفتم همگی دردای با اینجا به تعدادی از دوستان مدافع تجمع کردن به خاطر عجیب پروسس کشای یونسیال در حالت استوب قرار داره و هیچ روند رسیدگی در تصویر کشای افراد معرض خطر وجود نداره. کسایی که در معرض خطر هستن مسیح به افغانستان برگشت کرده نمیتونن به خاطر مشکلات خطرات جانی که وجود داره مجبور هستن اینجا در پاکستان بمانن. اما یونسیال تصمیم گرفته کسایی که در مرحله دوم هم قرار دارن آنها را اخراج و ریپورت شون بدون به خاطر اینکه نه ویزا وجود داره و نه وکلای مدافع کدام خوردی دارن که مورد آزار و اذیت پلیس قرار نگیرن و تمام وکلا در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. ما خواهان ازی هستیم که تمام وکلا پروسس کیسای آنها تسریع بشه و به مرحله و یک مسیر امن با فرزندان خود برسند. وضعیت پناهندگی و اخراج مهاجرین از پاکستان به یک تراژدی بزرگ انسانی تبدیل شده، جایی که در مقابل چشم جهانیان ظاهرا دیده نمیشه اما صدها هزار انسان بدون سرنوشت بین دو مرز ماندند و در حال اخراج هستند. صفی چند کیلومتری در مرز
پاکستان به افغانستان شکل گرفته، به سمت ترخم و مرزهای دیگه. یک گروه وحشی تروریستی به کشور حاکم شده و اونها که تونستند جان سالم به در ببرند، فعالین سیاسی، نظامیان سابق، کارمندان دولت و هر کس که تونسته جون خودش رو برداره و از دست طالبان به پاکستان و ایران پناهنده بشه، الان در خطر اخراج جدیه. با پایان یافتن مهلت مقرری که پاکستان اعلام کرده بود، اکنون همه شهرهایی که مهاجرین و پناهندگان افغانستانی هستند به یک جهنم واقعی تبدیل شده. یا عده‌ای در حال مخفی کردن خودشون هستند، یا در تلاش برای نگه داشتن خودشون در داخل کشور. حتی اونها که ویزای قانونی و مهلت قانونی اقامت هم دارند در خطر جدی هستند. وضعیت پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در ایران مشابه همین وضعیت است. همراه خواهیم شد با 3 تن از آگاهان اوضاع پناهندگی در ایران، پاکستان و در خارج از افغانستان. خانم عارفه صالحی، پرویز اسفندیاری و آقای محمد نعیم غیور، بسیار خوش آمدید. خانم عارفی، از شما شروع می کنم. در پاکستان هستید، وضعیت به شدت اضطراریه، کلیپ های بسیار بسیار رقت انگیزی پخش میشه از وضعیت مهاجرین و بازگرداندن اونها که واقعا به صحنه های فاجعه بار انسانی تبدیل شده. از شما بشنویم وضعیت در چه حالی هست بعد از خاتمه مهلتی که دولت پاکستان اعلام کرده بود. بفرمایید. بسیار خوب آقای محترم، چنانچه که شما در جریان هستین و همه مردم جهان شاهد وضعیت مهاجرین در پاکستان است، 2 هفته قبل از اینکه قبل از شروع ماه نوامبر مهاجرین شروع کردن و رفتن به آن سوی مرز دیورند، زیرا به اینا مهلت داده شده بود که تا که هرچه زودتر پاکستان ترک بکنه و اگر نه با اخراج اجباری مواجه میشه. این اخراجی که طی 2 هفته مردم مهاجر افغانستان داشتن، این هم به نحو اختیاری نبود. با مهلت بسیار کوتاهی اینا نتوانستن اموال و سرنوشت وسایل و دکان و تجارتشان اینا تثبیت بکنه و تصفیه بکنه. با رفتن این مهاجرین، اموال اینها و پول و دارایی هایشان به سرنوشت ماندن و بعضا توسط پلیس ضبط شده و هیچ کسی، هیچ فردی حق نداره که بیشتر از 50,000 کلدار با خود به آن طرف مرز، طرف افغانستان انتقال بده. تخمینا بیش از 200,000 نفر تا هنوز کشور، چی به صورت اختیاری که اون هم با مهلت محدود و چی به صورت اجباری ترک گفته. وضعیت قسمی هست که در داخل پاکستان هیچ مهاجری امنیت و آرامش ذهنی نداره. هر آن واحد، هر آن لحظه احتمال این میره که پلیس بیاید به دروازه مهاجرین، به دروازه مردم مهاجر در پاکستان و اینا را مورد پرسیش و مورد تلاشی خانه هایشان و مورد اخراج قرار بده. خصوصا کسایی که جانشان در معرض خطر هستند، واقعا در یک نگرانی به سر میبره که نه شب و نه روز اینا خواب نداره. وقتی که تونستن اینها بسیار با مشکلات فرار بکنه از افغانستان بیایه پاکستان، ولیکن فعلا یک وضعیت حاکم شده که اینها مکانی امن نه در پاکستان داره و نه در افغانستان داره. متاسفانه جان اینها در خطر است در صورت اخراج اجباری و هر آن لحظه ممکن است در افغانستان بازگردانده شود و اونجا با شکنجه، با لتوکو، با بازداشت و قتل مواجه شود. بسیار خوب، خیلی نگران کننده است. به نکات مهمی اشاره کردید، برمیگردم و بعد نکات دیگری از شما خواهم پرسید. آقای اسفندیاری، شما در ایران هستید، چشم دیدهای خودتون رو میخوام از شما بشنوم. یک موج افغانستانی ستیزی پوزش میخوام مهاجر ستیزی
در ایران به راه افتاده. نمونه های اون رو در قزوین دیدیم، به خانه مهاجرین و پناهندگان افغانستانی حمله شد، در بسیاری از وبسایت ها، در نشریات ایرانی به وفور حمله به افغانستانی ها دیده میشه و به نظر میاد که یک حمله کاملا سازمان یافته است به مهاجرین و پناهندگان افغانستانی. از شما بشنویم. پرسش صحبت میکنه؟ بفرمید آقای اسفندیاری. خوشحالم از اینکه در برنامه بسیار خوب شما دعوت شدم. باید بگم این روزا وضعیت پناهجویان و افغان ها در ایران بسیار وخیم، مثلا با مشکلات روحی و مالی زیادی دارن دست و پنجه نرم میکنن. نمیدونم، باید بگیم که با یک بازار نمایی و اغراق امروز دشمنان و مخالفان و طالبان، باید بگم که اینم این مسئله را میتونن تحریک کنن، این مسئله خرد و اشیایی را به یک مسئله عمده و بزرگ تبدیل کردن تا از هم برابرداری های سیاسی و تجاری کنن. امروز هم در کشور ایران ما شاهدیم، شایعه میکنن اگر نا نیست، چون افغان ها ده ده تا نان میخرن، آب در بعض مناطق کم است چون سهم هابیرمند را نمیدهند، یا کار کم است چون افغان ها آنها را اشغال کردن. نه اینکه نمیدونم مشکلاتی از سیستم اداره دولت و یا موضوعات دیگری در این موضوع دست دارد. حتی پارسال ما که دولت طالبان در افغانستان سر کار آمد، ما موج شدیدی از افغانستانی ها را در ایران دیدیم که مهاجرت کردن، پناهجو شدن، ولی شاهد چنین جمعی که امروز در ایران دچار نتیجه نبودیم. امروز واقعا بفرم. ما در بعضی از استان ها حتی مرکز برخورد بسیار تندی با افغان ها میکنن، میشه گفت افغان ستیزی و مهاجر ستیزی در ایران به وفور به چشم میاد، و این هم نه تنها باعث بروز تبعیض و ظلم علیه پناهندگان افغان شده، بلکه حتی باعث تشدید مشکلات آنها نیز می شود. و برای رفع این مشکل ما باید دولت و جامعه باید به عنوان یک کل به هم برخورد کنند و با تلقی فرهنگ احترام به حقوق انسانی، بهبود شرایط زندگی پناهندگان افغانستان در ایران کمک کنند، و همچنین باید تلاش کرد تا با برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرایط بازگشت آنها به وطنشان را فراهم کرد، و این مسئله نیز باعث کاهش تبعیض و ظلم علیه آنها در ایران خواهد شد. و بعد رفتاری های سیستماتیک و مردم ایران که برای پناهندگان افغان دارن، نه تنها به مشکلات آنها معضلاتی را اضافه می کنن، بلکه باعث ایجاد تنش و ناامنی در خود جامعه ایران می شود. برای رفع این مشکل دولت و جامعه باید دنبال راهکارهایی باشند که باعث کاهش این بدرفتاری و ترویج فرهنگ احترام به حقوق انسانی شود، و همچنین باید تلاش کرد تا با برقراری صلح و ثبات در خود کشور، همانطور که دوباره ذکر کردم، اون زمینه را برای این افغانه به شکل اختیاری فراهم کرد و به کشورشان برگردن، چون با سقوط افغانستان در 15 آگوست و با فرار شرمگین اشرفی احمدزی، پناهجویان خیلی زیادی در ایران مهاجرت کردند، و ایران امروز یکی از این نخستین کشورهایی است که بیش از 5 میلیون افغان را در خود جا داده است، که باید با منظر انسانی و اخلاقی و حقوق بشری و کارشناسانه ملی مبتنی بر مساله و منافع ملی با پدیده مهاجرت در ایران برخورد شد، که هموطنان ما همگی باید دقت کنیم هیچ فردی برای دلخوشی زادگاه و وطن خود را ترک نمی کند. همه این پناهجویان که به ایران مهاجرت کردند فقط با ظلم و ستم کسری طالبان دچار بودن به ایران پناهجو شدند، و امیدواریم این سیاست دولت ایران و مردمش بر علیه افغان‌ها عوض شود تا آنها بتوانند تا زمانی که کشورشان دوباره دموکرات سر و از برمیگردم به شما آقای پرویز اسفندیاری.
صدای شما قطع و وصل میشه، گاهن قابل فهم هم نیست. امیدوارم مشکل اینترنتی برطرف بشه. ناچار شدم صحبت شما رو قطع کنم چون مقاطعی اصلا صدای شما به گوش من نمیرسید. آقای نعیم غیور، از شما بشنویم شما اوضاع رو چطور تصویر میکنید؟ با سلام خدمت همه و تشکر از شما جناب سیامک، به یک موضوع بسیار مهم توجه فرمودید و عنوان برنامه خود رو انتخاب کردید. موضوع بسیار مهم فاجعه مهاجرت و آوارگی و پناهندگی مردم افغانستان اصلا در دنیا بیمثال هسته. ما از تمام دنیا مهاجرین داریم، شاید که 50-60-70 کشور دنیا به دلایل مختلف اتباعشان به کشورهای دیگر، به کشورهای بیگانه مهاجرت میکنن، اما فاجعه مهاجرت افغانها در کشورهای همسایه و کشورهای دنیا یک فاجعه استثنایی است که متاسفانه اون توجه لازمی که باید نهادهای بین المللی در رأس سازمان ملل متحد و کشورهای دنیا مبتنی بر قواعد حقوق بین المللی در رابطه با مهاجرت باید به این مسئله توجه بکنند، متاسفانه توجه نمی کنند. حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد روزی که عضویت سازمان ملل متحد اینا کسب کردن اول به پای این اعلامیه امضا گذاشتن. حتی به مو نکته اصلی اعلامیه که پناهجویی و پناهندگی به اثر احساس خطر، به خطر مثلا حوادث طبیعی، حوادث سیاسی و غیره، حق هر انسان است که تمام دولت ها وظیفه دارن که بعد بزی اهمیت قائل شوند. ضمن این که ما به قواعد ملی و دولت های تمام دنیا احترام میگذاریم، هر دولتی حق داره که یک شهروند خارجی را بر مبنای پاسپورت و ویزا و اون قواعد به کشور خود بپذیره، ولی در پلوی این قواعد ملی که کشورهای دنیا دارن ما قواعد بین المللی هم داریم که تمام حکومت‌های دولت‌های عضو سازمان ملل متحد 198 کشور عضو سازمان ملل متحد نخست اینا در پای اعلامیه حقوق بشر امضا گذاشتن و اکثریت این کشورها به پای میثاق‌ها، اعلامیه‌ها، پیمان‌ها، توافق‌نامه‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌ها و غیره اسناد معتبر بین المللی اینا امضا گذاشتن و عضو این کنوانسیون‌ها هستن. اما ما متاسفم که حتی ما ببینیم، ما مردم افغانستان که در بین پاکستان و ایران قرار گرفتیم، اگر ما بیاییم از لحاظ انسانی خودمان رو مورد مطالعه قرار بدیم، پس منظر تاریخی خود رو نگاه کنیم، ما در گذشته های نچندان دور کشورهای واحدی بودیم، ملتهای واحدی بودیم، ما وجوه مشترک فراوان داریم. ما از پاکستان و ایران انتظار نداریم که با شهروندان افغانستان چنین برخورد بکنند. دولت های پاکستان و ایران در حدود 45-50 سال است که عملا در امور کشور ما مداخله میکنند به اشکال مختلف در جهت اهداف خود، که بعضا به اهداف خود رسیدند، بعضا هم شاید نرسیدند. به نکات مهمی بسیار زیادی شما اشاره کردید راجع به وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در پاکستان، اما نکته‌ای که اینجا میخوام از شما بپرسم راجع به چگونگی بازگرداندن هست. فیلم‌هایی منتشر شده که تعدادی از مهاجرین و پناهندگان افغانستانی دستگیر شدند، یا نشون داده میشه که موقع بازگرداندن با اونها بدرفتاری میشه. همینطور اخباری داره منتشر میشه که در اون طرف مرز طالبان میگن ما پناهگاه هایی ایجاد کردیم، اردوگاه هایی ایجاد کردیم برای عودت پناهندگان، و معلومه که بسیار وضعیت فاجعه باره. با جزئیات بیشتری میخواستم از شما سوال کنم. بفرمید. بسیار عالی. همونطور که شما اشاره کردین، پلیس پاکستان برخورد با معیارهای حقوق بشری، با معیارهای قواعد بین المللی با مهاجرین نداره و بسیار برخورد نادرست داره، و زبانی که خانه های مهاجرین هم میایه و برای اخراج اجباری اینها، اصلا اینا دنبال ازی هست که چگونه پول و دارایی اینا را، زیورات خانم ها را، پولی را که داره به مهاجرین، دنبال این هستن که اینا رو چگونه به دست بیاره.
و دومن این که وقت اخراج بکنه مرد را یا پسرانی از یک خانواده را که اخراج میکنه تا 72 ساعت اصلا تماس اینها قطع است با خانوادهشان. خانوادهشان کاملا به تشویش قرار میگیره که پسران ما یا شوهران ما در کجا بسر میبره، در چه وضعیت خود بود. اینا این که اینها را دیپورت میکنه به افغانستان بعد از 72 ساعت و بیشتر از او، خانواده ها و مشکل میتونه که همراه اعضای فامیلشان در آن طرف مرز ارتباط برقرار بکنه با تلفن یا هر نوع وسایل اینترنتی. تا این مدت زجر میکشه واقعا خانواده ها. خانمایی هستن که گریان میکنن، دخترانی هستن که گریان میکنه، بر علاوه که مردا رو قسم اخراج میکنه و خانواده ها رو جدا میکنه از هم. نصف خانواده اینجا میمانه در پاکستان و نصف اعضای خانواده او طرف مرز میره در افغانستان. و خانم ها را نیز میبینیم که خانم ها و اطفال را نیز اینا اجباراً مجبور کرده که برده در تانه ها. تانه ها هدف کمپ هایی است که 49 کمپ اینجا در پاکستان ساخته شده که اولا مهاجرین میبرد در این 49 کمپ جابجا میکنه و اینا را بایومتریک میکنه و در صف بایومتریک هم بسیار صفهای طولانی ایجاد میشه، چنان شما اشاره کردین صفهای طولانی ایجاد میشه که اصلا در انتظار قرار میگیره، طفل و زن و مرد همه در انتظار قرار میگیره، هیچ نوع آمادگی حتی برای کنترل اخراج و چگونگی اخراج هم اینا نداره، مدیریت کرده نمیتونه. واقعا این شوی که اخراج شوی اخراجی غیر انسانی و غیر حقوق بشری که اینا روی دست گرفته، این شوه اخراج اونها هم بسیار به مهاجرین آسیب میرسانه. مهاجرین بدون کدام آمادگی، بدون وسایل مثل کمپل و لباس گرم و آب و غذا، ساعتها در انتظار بسر میبره تا که اون طرف مرز برسه. بعد از اینکه اون طرف مرز میرسه، طالبانی که نتانستن تا چند روز پیش زلزله هرات را چی بکنه، زلزله زدگان هرات را بهشان کمک بکنه و عواقبشان را کنترل بکنه، عواقب زلزله را و کمک های عاجل و به موقع برسانه، نتونستن مدیریت بکنه قسمت فاجعه زلزله هرات. امروز چگونه از اونا توقع میره که اینا فاجعه بشری، بحران بشری که با اخراج مهاجرین از پاکستان صورت میگیره، این فاجعه را هرگز اینا کنترل کرده نمیتونه. اون طرف مرز نمایشان چند تا خیمه ای را اینا برپا کرده، اما واقعیت این است که اینا هیچ نوع امکانات و هیچ نوع آمادگی برای پذیریش و برای جابجایی و برای امنیت و غذا و مسکن مهاجرین نداره. یعنی فاجعه ای از این بدتر نمیشه که مهاجرین، مردان، زنان و اطفال این طرف مرز و آن طرف مرز کاملا در حالت بی خانمانی و بی سرنوشتی بسر میبره. و زمستان سرد هم در پیش رو داریم ما در افغانستان که مهاجرینی که حتی نتوانستن وسایلشان را، پولشان را و معاملاتشان را اینا تصفیه بکنه، چگونه توقع میره در کشور فقیری که فعلا افغانستان با فخر دست برجه نرم میکنه اینا بتونه حداقل امکانات اولیه زندگی را در افغانستان فراهم بکنه. یعنی جدای از این مسئله حالت خیلی عادی را ما در نظر میگیریم. در صورتی که بین این مهاجرین اخراج شده کسایی وجود داره که در معرض خطر بودن جانشان در افغانستان، فعالین حقوق بشر هستند، نظامیان پیشین هستند، کارمندان سابق است، مقامات سابق است، اینا با مشکل فرار کردن با اسناد و بدون اسناد، با ویزه و بدون ویزه فرار کردن، آمدن در پاکستان پناه آوردن. حالان که هنوز کسایی که مانده در افغانستان اونا در معرض خطر هستند، چگونه کسایی که فرار کرده در پاکستان حالا اخراج میشه و هست دوباره به افغانستان زیر سایه ظلم و ستم طالبان، زیر سایه شکنجه و قتل و کشتار و زندانی کردن طالبان، اینا هیچ زندگی اینا و اعضای فامیلشان مسئولیت نداره. این نگرانی را لطفاً درک بکنه هم سازمان ملل و هم نهادهای حقوق بشری و هم کشورهای مهاجرپذیر که هر چه زودتر به کسی، کسایی که درخواست پناهندگی دادن، به اونا رسیدگی بکنه و در ضمن به اندازه آخر تلاش بکنه که این اخراج اجباری، روند اخراج اجباری به این شکلی که جریان داره توقف پیدا بکنه. بسیار خوب، اینا نکات بسیار با اهمیتیه.
من بعداً فرصت دیگری راجع به وضعیت کودکان از شما خواهم پرسید که اون هم به نوبه خودش یک فاجعه بسیار نگران کننده است. آقای اسفندیاری، تصویر شما رو داریم، خوشبختانه مشکل اینترنتی به نظر میاد رفع شده باشه. از شما بپرسم، گفته میشه که خود شما در صحبتاتون هم اشاره کردید توسط دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی دائما گفته میشه که کارگران افغانستانی رقیب کارگران ایرانی هستند، شغل و کار اونها رو ربودند، نان اونها رو ربودند و انواع و اقسام اتهامات به سوی مهاجرین افغانستانی، مردم شریفی که از بد حادثه به گیر جمهوری اسلامی افتادند، پرتاب میشه به سمت اونها، انواع اتهامات. میخوام از شما با جزئیات بشنوم چشم دید شما مشخصا راجع به این وضعیت چیه. این روی همین موضوع لطفا تمرکز کنید، بفرمید. از دولت ایران و مردمش به عنوان همسایه‌ای که تاریخی و تاریخ مشترک و زبان و فرهنگ مشترک داریم، مردم افغانستان انتظار دارن که در این حالت از اونا حمایت کنند و اونا رو از دست طالبان نجات دهن. چون این مردم که امروز به ایران پناهجو شدن از ظلم طالبان فرار کردن، چون اذیت و آزار می شدن. پس اینجا ما از دوستان ایرانی می خواهیم که اون حساس نکته ای که من از شما پرسیدم رو به من جواب بدید. گفته میشه که کارگران افغانستانی مشاغل کارگران ایرانی رو گرفتن و رقیب اونها هستند. این چقدر صحت داره؟ من این نکته رو از شما پرسیدم، لطفا به همین جواب بدید، بفرمید. این موضوع واقعیت داره. معمولا میشه گفت دولت ها برای ضربه زدن به مشکلات اصلی داخل جغرافیاشون بعضی از موضوعات دیگه رو میان چیز میکنن، سوژه میکنن و یا به رخ میکشن تو حسان و از حسن به فرق بدارن. و همواره دولت همسایه ایران از چین استراتژی های استفاده کرده برای خاموش نگه داشتن خیلی از واقعیت ها و یا پنهان کردن سایر موضوعات که امروز واقعا افغان ها رو یکی از مشکلات اصلی اداره خودش میدونه که نمیدونم اگه فرق وجود داره شاید افغان ها اصلا اگه نمیدونم جامعه ستیزی وجود داره، اگه نمیدونم بوران توران، اینا همشون در گره خروج افغان ها که متاسفانه این موضوع واقعیت نداره. و امیدواریم مردم آگاه ایران به این مسئله واقف بشن و درباره برخوردشون با افغان ها نظرشون رو حفظ کنن. بسیار خوب، برمیگردیم به آقای محمد نعیم غیور. خیلی کوتاه از شما خواهش میکنم به سوال من جواب بدید آقای غیور. فرصت زیادی برای ادامه این گفتگو باقی نمونده و سوالات زیادی هم هست که باید مطرح کنیم و پاسخ بگیره. شما به کنوانسیون های حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با پناهندگی اشاره کردید. برگردیم به موضوع پاکستان. دولت پاکستان میگه صدها هزار، حتی گفته میشه چند میلیون مهاجر افغانستانی بدون مدارک، بدون روادید، بدون ویزا در افغانستان، در پاکستان هستند، در شهرهای مختلف، و حضور اونها غیر قانونیه و اونها رو به عنوان پناهنده هم نمیپذیره. این موضوع چقدر سیاسیه، چقدر به حقوق بشر برمیگرده؟ لطفا خیلی کوتاه و روی همین موضوع هم تمرکز کنید، بفرمایید. ببینید، عرض کنم خدمت شما که دولت پاکستان اگر میگه که بخش وسیع از مهاجرین افغانستان که در پاکستان هستن صدها هزار یا بالاتر از یک میلیون اینا بدون اسناد و مدارک هستن، اگر مسئله سیاسی نیست، در دهه 60 هجری شمسی هم همین مسئله بود و میلیون ها مهاجر افغانستان بدون اسناد و مدارک بودن. من دقیقاً بیارم هست، همون زمان هم من یک فعال سیاسی و رسانه‌ای بودم و مسائل افغانستان دقیقاً بیاد من هست، ولی ما هیچ وقت شاهد اخراج حتی یک نفر از
مهاجرین افغانستان مقیم پاکستان نبودیم، باز خصوصا به این جبر و به این ستم. من میخواستم بعد که به سوال اول شما من میگفتم که هرچند که من شخصا به ایران یا پاکستان نیستم، ولی از اونجایی که دنیا به دکله تبدیل شده از طریق رسانه ها، از طریق شبکه های اجتماعی و همچنان از طریق ارتباطاتی که به هموطنان خود در داخل ایران و پاکستان دارم، عمق فاجعه را من درک میکنم. گرچه ما مردم افغانستان که 45 سال میشه زندگی فاجعه باری داریم و کشورهای زیادی به مورد کشور ما مداخله کرده، شاید ما عمق فاجعه از اونجایی که عادت کردیم به فاجعه، به ستم، به ظلم، به مرگ، به کشتن، به تغییر، به توین، به زندان. شما ببینید پاکستان به جرم نداشتن اسناد مدارک هموطنان ما را زنجیر زولانه میکنند. زنجیر زولانه حتی به برخی از کشورها به قاتلین هم مجاز نیسته. اینا یک شهروند افغانستان که زمان پاسپورتش تکمیل شده یا حداقل سند نداره، سند موجودیت در کشور پاکستان نداره، به ایران ندیدم چنین نوع برخوردی که مهاجر افغانستانی رو بگیرن زنجیر رو زولانه کنن، ولی به پاکستان اصلا زنجیر رو زولانه. حتی من اطفال رو دیدم که زنجیر رو زولانه کردن و به بدترین نوع شرایط با اینا برخورد کردن. بنام عرض کنم که این که پیشتر اشاره کردم که دولت ها حق دارن که شهروندان خارجی را مطابق به قواعد حقوقی که اونا دارن بر مبنای پاسپورت و ویزه قبول بکنن، ولی دولت ها باید در نظر بگیرن که اونا به پای ده ها قواعد بین المللی خصوصا اعلامی جهانی حقوق بشر هم امضا کردن که کسانی که بر اساس مصیبت ها، مشکلات، حوادث سیاسی، تبعید، خطر جان، فقر، بیکاری و هر مشکل دیگر به کشور پناهنده می شوند، اونا هم دارای حقوق انسانی هستند که باید به اونا به اصطلاح برخورد انسانی شوه. ما می دانیم که بر اساس مشکلات اقتصادی که ایران و پاکستان داره، سازمان ملل متحد و به اصطلاح کمیشنری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هر سال به این کشورها یک کمک های مالی می کنه تا حدودی، شاید که به اصطلاح کافی نباشه، ولی کمک های قطعا کرده و بازم کمک میکنه. ولی عمدتا پشت این مسئله سیاسی است. اگر نبود مثل دشست به شما مثال آوردم، چرا در دشست خورشیدی یک مهاجر پاکستان اخراج نمیکرد؟ حالا مسائل سیاسی است، اهداف سیاسی است. امروز متاسفانه عمدتا مهاجرین ما، پناهجویان افغانستان در خصوصا در دو کشور همسایه و خاصا در پاکستان، اینا به ابزار سیاسی مبدل شده و میخوان از اینا استفاده سیاسی بکنن. بسیار ممنونم. خواهش میکنم خیلی کوتاه‌تر به موضوعات پاسخ بدید. میدونم نکات زیادی هست که علاقه من دید راجبون اظهار نظر کنید. خانم عارفی، پرسش آخرم با توجه به وقت برنامه، از وضعیت کودکان از شما پرسیدم. کودکان خودشون دست به مهاجرت نمیزنن، دست به پناهندگی نمیزنن. کودکان نه ایدئولوژی دارن، نه سیاست دارن، نه مذهب معینی دارن. کودکان و باید کودکی اونها رو به رسمیت شناخت. در افغان، در پاکستان وضعیت بسیار بسیار فاجعه باره. میخوام این تصویر رو از شما بشنوم، توضیح شما راجع به وضعیت کودکان بفرمایید. وضعیت کودکان چنانچه در کشور افغانستان نیز تعریفی نداشت. بارها ما میبینیم که کودکان سرگردان در سرک ها داریم، کودکان داریم که اینا محروم از مکتب هستن، خصوصا کودکان دختری داریم که اینا از آموزش محروم هستن، دروازه های مکتب بالاتر از سنف ششم برای اینها بسته هست و مادرانشان نمیتونه کار بکنه، مادرانشان نمیتونه تحصیل بکنه و مادرانشان با انواع رنج ها دست پنجه نرم میکنه در افغانستان. و آن عده خانواده هایی که بنابر مشکلات امنیتی و یا مشکلات اقتصادی، بنابر مشکل تحصیل دخترانشان آمدن به پاکستان، اینجا متاسفانه برخورد پلیس
قسمی هست که کودکان بیشتر از اینکه درک بکنه با آمو ذهنی طفلانهشان از پلیس میترسه، یعنی یک تصوری در ذهنشان از پلیس ایجاد شده که فکر میکنه اینا ما را و پدر ما را، مادر ما را، برادر ما را دستگیر میکنه و زندانی میکنه. همچون تصوری در ذهن اطفال ایجاد شده و در واقع قربانیان واقعی همین اطفال هستند که حراس و ترس در ذهنشان جا به جا شده و فعلا و زمانی که اینا خانواده هایشان، پدر و مادرشان، برادر و خواهرشان دستگیر میشه و در معرض اخراج اجباری قرار میگیره، اینا در طول چندین شبانه روز الی به افغانستان میرسه بدون آب و بدون غذا و بدون امکانات صحی. اینا با وضعیت دشوار دست و پنجه نرم میکنه، بسیار آسیب جدی به روح و روان اینا میرسه. ممکن در هوای سرد تعدادی از اطفال هم تلف شود، هیچ نوع آمادگی نداشتن فامیل ها و هیچ نوع وسایل بیشتر را اینا نمیتونه و نتونستن انتقال بده. حتی اینا اجازه فامیل ها اجازه گرفتن پول بیش از 50,000 فی نفر هم نداشتن. بنابراین ترس و وحشتی که در ذهن اطفال است و همچنان عدم امکانات در اردوگاه های داخل پاکستان و عدم امکانات در آن طرف مرز در داخل افغانستان، اینا را با وضعیت صحی، با وضعیت روانی بسیار بدی مواجه می سازه و اینا از تعلیم و از آموزش نیز باز می مانه. بسیار ممنونم. متاسفانه وقت گفتگوی ما در این قسمت به پایان رسیده. متشکرم خانم عارفی، آقای اسفندیاری و همینطور آقای غیور از اینکه دعوت من رو پذیرفتید، در این گفتگو شرکت کردید. قطعا ناگفته های زیادی باقی موند که متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیداد بیشتر از این گفتگو کنیم. بسیار ممنونم از حضور شما در این برنامه. خیلی ممنون. عزیزانم، گفتگوی ما رو با سه تن از دستاندرکاران وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در پاکستان، ایران شنیدید. ما منتظر اظهار نظر شما، چشم دیدهای شما و همینطور گزارش‌های شما از ایران و پاکستان هستیم. با همین شماره تلفن که در پایین صفحه می‌بینید ما در دسترس شما هستیم. واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، سیگنال، با همه این اپلیکیشن ها و با همین شماره میتونید با ما در تماس باشید. جایی نرید، موضوعات بسیار متنوع باقی مانده که باید با هم اونها رو ببینیم. پیام های زیادی از شما دریافت کردیم در رابطه با آزادسازی زندانیان سیاسی، جولیا پارسی، منیژه صدیقی و همینطور ندا پروانی. گزارش های از اعتراضات شما نسبت به وضعیت پناهندگان افغانستانی در پاکستان و ایران به دست ما رسیده. تظاهرات های شما در کشورهای مختلف از جمله در اسپانیا، در بارسلونا به دست ما رسیده، در این برنامه گنجاندیم. و همینطور اعتراضات رنگین کمانی ها و ترانسجندر های افغانستانی در افسانه‌نگارات جهان، اونها رو هم در همین برنامه گنجاندیم. بنابراین تا پایان برنامه با ما همچنان با هم باقی بمانید. جولیا پارسی را آزاد سازید. راسل پارسی را آزاد سازید. منیژه صدیقی را آزاد سازید. ندا پروانی را آزاد سازید. فعالین مدنی را از زندان طالبان آزاد سازید. فعالین مدنی را از زندان طالبان آزاد سازید. جای جولیا پارسی زندان نیست، جای ندا پروانی زندان نیست، جای ایچ انسان آزادی خواه زندان نیست. متاسفانه پس از دستگیری دختران مترس توسط گروه طالبان تنوز هم ایش اطلاع از آنها در دست نیست. بنابراین بیاییم ما صدای جولیا پارسی شویم، بیاییم ما صدای ندا پروانی شویم، امانطور که آنها صدای ما بود. نگذاریم تا بیشتر از این دختران آزادی خواه ما را گروه طالب بند بکشد. ما مخالف هر گونه تعامل سفارت افغانستان با گروه تروریستی طالبان می باشیم و به هیچ وجه
قبول نداریم که سفارت افغانستان با گروه تروریستی طالبان و نمایندگی مردم مهاجر و مردم افغانستان با طالبان تعامل کنند. No al terrorismo. No al terrorismo. No al embajador talibán. No al embajador talibán. No al terrorismo. No al terrorismo. No al embajador talibán. No al embajador talibán. اعتراض به وضعیت فاجعه بار پناهندگی در افغانستان رو با هم مرور میکنیم. گزارش هایی که شما برای ما فرستادید بسیار مهمه. تشکل های زنان و همینطور نگاه اونها به مسائل اجتماعی نشون میده که موضوع بر سر یک مبارزه وسیع اجتماعی در ابعاد بین المللی. توجه شما رو به این گزارش ها جلب می کنم. یک بار دیگه بسیار ممنونم که ما رو در جریان فعالیت های خودتون قرار میدین. همین حالا موقع پخش این برنامه گزارشاتی به دست ما رسوندید از راولپندی در پاکستان که در همین گزارشی که اکنون پخش می کنیم خواهید دید. بسیار سپاسگزاریم. همین حالا این گزارشات رو دریافت کردیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستا. اینی وضعیت مهاجرین افغان است که امروز پلیس در خانهایشون یورش برده، بسیار وحشیانه اطفال و زنا و تمام مردای خانواده را با ویزا و پاسپورت و تمام چیز اینجا آوردن در تانه پلیس و از تانه پلیس اینجا در قسمت کمپ جور کردن، در قسمت آوردن که یارا در اینجا شاندن. نمیفهم که امروی از جا چی میکنن. اگر چیز من کارت نسیارم دارم، سفرم دارم، بلکل به من داده شده با وجود این مرم امروی دوتا بچه مورد. بلکل بلکل کارت نسیار است امروی دو بچه فانوی دو هزار بیست و پنج با تایم داریم به تاسفانه و بیستا و به حالت خراب باره انتقال هم در اینجا در یادم افرد که چی بهشانی دیم. این از ما هم به نام خداوند عدالت و آزادی. اعلامیه جنبش زنان پنجره امید در پیوند به اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان و ایران. ما از سازمان ملل و دیگر دولت‌ها خواهشمندیم که اخراج اجباری مهاجرین افغان را توقف دهد. از کشورهای پاکستان و ایران می‌خواهیم به قوانین بین المللی، کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، مقررات پناهندگی و سایر قوانین مهاجرتی را رعایت کنند. در شرایط سخت امنیتی و سیاسی و اقتصادی در افغانستان وجود دارد، اخراج پناهجویان خلاف موازین اساسی و اسلامی می باشد. اخراج پناهجویان افغان که جانشان در معرض خطر می باشد باید هرچه عاجل اخراج آنها متوقف گردد. مهاجری را حمایت کنید. مهاجر ستیزی افراد در معرض خطر را با شکنجه و مرگ مواجه می سازد، زیرا حیات مهاجرین زیر سلطه رژیم فاشیستی و تکجنسیتی طالبان در خطر است. اخراج اجباری مهاجرین افغان را متوقف سازید. اخراج اجباری مهاجرین افغان را متوقف سازید.
بسیار خوب، گزارشات رو دیدیم. یک مجموعه از فعالیت های شماست که بسیار چشمگیر هست و نشون میده که حساسیت جامعه نسبت به بلاهایی که بر سرش ریختن بالاست و همین دلگرمی به جامعه میده که این وضعیت رو میشه خاتمه داد و باید برای خاتمه دادن به اون مبارزه کرد. در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی، جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی، یک مجموعه از پیام ها، گزارش ها و اعتراضات دریافت کردیم که ناچارن اونها که همین لحظه و به نوعی تازگی داشتن رو انتخاب کردیم به سمع حضور شما میرسونیم، توجهتون رو جلب میکنم. به نام خدای حق، عدالت، آزادی. افغانستان امن نیست. مهاجرین افغانستان را اخراج نکنید. با وجود که اکثریت مردم افغانستان به دلیل بیکفایتی و بی‌ظرفیتی گروه طالبان و حامیانشان در 2 سال گذشته حتی نان بخوردن ندارند و طالبان حتی در تأمین نیازهای اولیه زلزله زدگان هرات ناکام بوده و فصل زمستان نیز در راه است، اخراج مهاجرین افغانستان مشکلات بحران بشری را مخصوصا در میان زنان و کودکان بیشتر می سازد و باعث افزایش فقر اقتصادی، بیکاری و افراد بیشتر نیازمند به کمک جهانی خواهد شد. افغانستان امن نیست. مهاجرین افغانستان را اخراج نکنید. حق، عدالت، آزادی. Right, justice, freedom. افغانستان امن نیست. مهاجرین را اخراج نکنید. از آنجایی که اعلام اخراج گسترده مهاجرین افغانستان از پاکستان با بی‌تفاوتی و حتی استقبال از سوی طالبان مواجه شده است، ما نگران هستیم که طالبان در تبانی با حکومت پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستانی و خانواده هایشان را به عنوان مهاجرین به افغانستان انتقال دهند. ما خواهان توقف فوری اخراج اجباری مهاجرین افغانستان از پاکستان هستیم و از سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق مهاجرین می‌خواهیم تا در هماهنگی با حکومت پاکستان و ایران زمینه حضور قانونی مهاجرین افغانستان را حداقل تا زمان شکلگیری حکومت جدید در افغانستان فراهم ساخته و در برابر اخراج اجباری مهاجرین افغانستان بایستند. ما بار دیگر تأکید میکنیم که برای نجات از وضع کنونی نیاز است تا همه طرف مخصوصا جنبش های اعتراضی با شکل دهی ائتلاف فکری روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان توافق نمایند. ما باور داریم که بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز است. در کنار این، ما اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در ولایت تخار از مردم افغانستان و نهادهای جهانی میخواهیم تا جهت رهایی فوری جولیا پارسی، ندا پروانی، رسولی پارسی، منیژه صدیقی و دیگر فعالین از زندانهای طالبان بر این گروه فشار وارد نمایند. افغانستان امن نیست. مهاجرین را خارج نکنید. حق، عدالت، آزادی. حق، عدالت، آزادی. افغانستان امن نیست. مهاجرین افغانستان را اخراج نکنید. اگر مهاجرین افغانستان به دلیل تهدیدات امنیتی از پاکستان اخراج می شود، چرا حکومت پاکستان ابتدا اعضای خانواده های مقامات گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی را اخراج نمی کند؟ اگر پاکستان نگران امنیت خود است، چرا از حمایت و پناهدهی به تروریستان و اعضای گروه های تروریستی مثل القاعده، داعش، طالب، حقانی و دیگر گروه های تروریستی دست بر نمی دارد؟ ما نگران وخامت اوضاع بشری در افغانستان زیر حاکمیت نامشروع گروه طالبان مخصوصا در زمستان پیش رو هستیم. حق، عدالت، آزادی. افغانستان امن است. مهاجر افغانستان را اخراج نکنید. توهین، تحقیر، بازداشت، شکنجه، اخراج اجباری و حتی قتل مهاجرین افغانستان خصوصا در ایران و پاکستان کاملا روشن می‌سازد که افغانستان حکومت ندارد و مهاجرین به سرپناه افغانستان نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند. ما باور داریم که شمار زیادی از مهاجرین افغانستان پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان به کشور ایران و پاکستان رفتند به دلیل تعدادی امنیتی از سوی طالبان بوده اند. از این رو ما سازمان ملل متحد مدافع حقوق بشر و مهاجرین میخواهیم که با در هماهنگی حکومت پاکستان و ایران زمینه حضور قانونی مهاجرین افغانستان را حداقل تا زمان شکلگیری حکومت جدید در افغانستان فراهم سازد و در برابر اخراج اجباری مهاجرین افغانستان بایستد. افغانستان از نات سیف. Don't deport immigrants. Right, justice, freedom. بیتین خاله جان، صدقه اولادای تانه بیتین. اولادای ما به خاطر سرمای زمستان ممکن تلف شوه.
خیر بیتین خاله جان. ما زنان افغانستان در حالی که اسناد تحصیلی و تجربه کاری داریم ولی بنابر محدودیت های طالبان بالای ما زنان وزن نموده است و ما را از تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منع کرده است. ما هیچ منبع درآمد نداریم و بنابر مشکلات اقتصادی و به خاطر سرمای زمستان مجبور دست به گدایی زدیم. ما زنان معترض تمام ریسک های اجتماعی و امنیتی را پذیرفته، جنایت های طالبان را به تصویر کشیده و اجازه نمی دهیم که جنایات گروه تروریست پنهان بماند. از نهادهای جامعه بین المللی می خواهیم که زنان افغانستان را تنها نگذارند. ما از زمستان پیشرو هراسانیم. ما از زمستان پیشرو هراسانیم. وضعیت جامعه رنگین کمانی یا آنچه که به اصطلاح دگرباشان جنسی گفته میشه که اصطلاح نادرستی هم نیست، هیچ کس دگر نیست و میلیون ها انسان با گرایشات، تمایلات و روابط جنسی مختلفی در جامعه حضور دارند. فاجعه جامعه رنگین کمانی ها به ویژه ترانسجندر ها و رفتار خشن و غیر انسانی که با اون میشه موضوع بسیار مهمیه. ما به این موضوع پرداختیم و ده ها برنامه با هم به اون اختصاص داده شده، واقعا ده ها برنامه با فعالین رنگین کمانی ضبط و پخش شده. گزارشاتی دریافت کردیم از خیمه تحسن در شهر مالمو در جنوب سوئد و همینطور اعتراض رنگین کمانی ها که اونها رو در یک مجموعه گنجاندیم توجه شما رو به اون جلب میکنه. درود بر حامیان بشر و مردم عزیز. مهره برگزی هستم و در 52 روز تحسن خود قرار دارم. من در 52 روز هرچند متعجب نیستم که حمایت نشدم از طرف جامعه روشنفکران، فعالین مدنی، فعالین حقوق زن، فیمینست های عزیز تا یکی بین کنار من بشینن و کنار من دست به دست شانه به شانه این مبارزه را پیش ببریم. ولی متعجب به این هستم که بعد از یک مدت مبارزه کنار تمنا و یارانش همگی به خوابای زمستانی رفتن، همگی فراموش کردن که در افغانستان چی میگذرد، همگی فراموش کرد که زنان و کودکان ما، دختران ما، دیگر باشان جنسی در افغانستان به نظام آپارتاید، در نظام آپارتاید بسر میبرن و خبرنگاران که متاسفانه همگی فکرهایشان به سوی جنگ فلسطین است که یک بار تازه زمانی که طالبا آمد جنگ اوکراین یک اثر خاص گذاشت بر روی وضعیت بخاطر وضعیت طالبان در افغانستان که ما خواستیم مبارزه بکنیم، صدا بلند بکنیم، اعتراض کردیم و جنگ اوکراین یک بار تاثیر خودش گذاشت و همه کارهای ما بی نتیجه ماند و امروز یک بار دیگر ما شاهد ازی هستیم که جنگ فلسطین و اسرائیل دوباره روی وضعیت افغانستان یک تاثیر خودم میگذارم. من میدانم که در اونجا هم جنگ است و خودم واقعا ناراحت ازی هستم که اطفال بیگناه میمیرن، فامیلای بیگناه میمیرن، ولی به جان خودم هم اجازه نمیتونم که ببینم در افغانستان چی میگذرد و من خاموش بانم و فکر من به یک جای دیگه برم. من اول فکر میکنم که خانه خودم را آباد باید بکنیم، نه خانه همسایه را. برحال به عنوان یک فالق بشر من میدانم که مشکلات زیاد است و اونجا نباید همچین اتفاقات بفته، ولی در افغانستان ما سالها با همچین چیزایی رو برو بودیم و هیچ کس به خاطر ما صدا بلند نکرده و این یک عقده درون ما افغان ها ایجاد کرده، در دل ما یک عقده ایجاد شده. به هر حال جدا از عقده ها باید اگر ما بخواییم حمایت بکنیم اول مردم خود ما را باید حمایت بکنیم و از خبرنگار عزیز میخواییم که چشم فکرشان روی مردم خودشان بیشتر باشند. و متاسفانه در این مدت که تمنا در خیمه بود و من در خیمه بودم هیچ توجهی از طرف خبرنگاران و رسانه ها به ما داده نشد و من میخوایم امروز به عنوان اعتراض که فعالین مدنی، خبرنگارای عزیز، فعالین حقوق زن، سیاسون افغانستان و
جامعه روشن فکران در خواب زمستانی رفتن، زنگ در و صدا در بیارم و به این نحو و همه اینا رو بخوایم از خواب زمستانی بلند بکنم. امیدوار هستم که از خواب زمستانی بیدار شده و دوباره کنار هم ساده و بخاطر حق مردم خودمون مبارزه را آغاز بکنیم و صدای همدیگر باشیم، کنار همدیگر مبارزه بکنیم و اجازه ندیم که هیچ نیروی صدرای مبارزه ما و دادخواهی ما قرار بگیره و اجازه ندیم که دیگر زنان و دختران در افغانستان قربانی شوند، اجازه ندیم که دیگر کودکان ما بی سرپناه و آواره در بدر شوند، اجازه ندیم که دیگر در افغانستان نسل کشی از آنها ادامه پیدا کنه و اجازه ندهیم که دیگر در افغانستان دیگر باش ستیزی و دیگر باش کشی ادامه پیدا بکنه و رشد بکنه. در حوزه حقوق بشر برخورد سیاسی نکنیم. سلام، من یک گرند جلدر از افغانستان هستم. بعد از با قدرت رسیدن دوباره طالبان، من و بقیه دیگر باشان از تمامی حقوق خود محروم شدیم و محکوم و مند شدیم. قبلا با قدرت رسیدن طالبان، من یک فعال رسانه‌ای بودم که در رادیو تلویزیون وظیفه‌اشو میکردم. با وجود این که ما در نظام قبلی هم آزادی و حقوقی نداشتیم، اما حداقل میتوانستیم نفس بکشیم. با روی کار آمدن مجدد طالبان، من کارم را از دست دادم، خانه‌نشین شدم و هر روز با خطر مرگ روبرو هستم. وضعیت من مانند یک زندانی در خانه است. دچار یک بیماری شدم که قادر به تداوی و درمان آن نیستم، چون سخت در مشکلات اقتصادی و روانی قرار دارم و از طرف هیچ کس حمایت نمی‌شوم. به همین دلیل قادر به تداوی بیماری خود نیستم. هر شب با انگیزه این می‌خوابم شاید فردای وجود نداشته باشد. هر روز با ترس از دست دادن جان خود شب پای تولید را می‌گذرانم. خواست من از جامعه جهانی، کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر این است به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی توسط طالبان را به رسمیت بشناسید. لطفاً در حوزه حقوق بشر برخورد سیاسی نکنید. سلام، من یک ترانسجندر از افغانستان هستم، یک متعلم مکتب که هیچ گونه نتونستم در یک محیط آرام درس بخونم. از طرف همسنبی هایم، اساتید، مدیر، سرمعلم و همه مورد آزار از یک قرار گرفتم. هیچ گونه نتونستم در یک محیط آرام درس بخونم. مدام حسیت شدم، شکنجه شدم، لطگوب شدم. همیشه برای من دشنام زدن، جنسگرایانه برای هم زدن. همیشه من را به نام ایزک سبا زدن و هیچ گونه موندن در یک محیط آرام و آزاد درس بخونم. گناه ما چیست؟ ما چرا محکوم به جنسیت شدیم که در انتخابان هیچ نقش نداریم؟ ما چرا نمیتوانیم دست بخوانیم؟ ما چرا نمیتوانیم در جامعه خدمت کنیم؟ خواسته من از جامعه جهانی به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است. لطفاً سکوت بی‌شرمانه خود را در قبال فریادهای جنسیتی در افغانستان بشنوید که این سکوت تا کی ادامه خواهد داشت. به پایان این مجموعه رسیدیم. امیدوارم که از مصاحبه، گزارش ها و همینطور پیام هایی که پخش شد توجه شما رو جلب کرده باشه و امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جمیل فرزان از حضورتون مرخص میشیم. شاد و پیروز باشید.